سلام و درود بر شما، سلامی نوروزی، سلامی با یک دنیا آرزو و نیایش برای اینکه سال بهتری را داشته باشید، روزگار بهتری را در جلو داشته باشید و انشاءالله تمام آرزوهاتون برآورده شه. امشب و امروز میخواستم درباره جوک با شما صحبت کنم. ببخشید من جوک بلد نیستم بگم. من درباره ساختن جوک صحبت میکنم و میتونید در آخرم بگید یخ بکنی با این جوکات، دلواپسش نیستم، برای که جوک نمیگم. جوک چیه؟ جوک یا لطیفه داستانی است کوتاه و یا عبارتی کوتاه و یا شرح حالی که پایانش غیر منتظر است. یعنی این نامنتظر بودن پایانش سبب خنده میشه و این خنده و طرز درگیری یا فراگیری این جوک نسبت به شخص و ملیت تفاوت داره. یعنی جوکی رو که من برای شما میگم ممکنه جای دیگه بگم نخندن و شما هم همینطور به جوکی که جای دیگه میگن نمیخندید. حالا با اشاره به پایان جوک ها مطلب رو خدمتتون تقدیم میکنم به امیدی که خودتون جوک ساز بشید. جوک ممکنه در آخرش نفهمی و نادانی شخصیت داستان کوتاه رو برسونه. مثال، یک زنی در دهات لبنان مریض بود. هرچی اصرارش میکردن که خانم پاشو برو دکتر، ببریم دکتر، قبول نمیکرد. میگفت نه، دکتر غریبه، دکتر حرومه، دکتر نمیدونم چیه. آخرش پس از مدتی یکی از خیشان این خانم دکتر شد و اومد. وقت که اومد گفتنش ببین دیگه بهانه ای نداری، باید بری به این دکتر معاینت بکنه و ببینت. خانمم راضی شد و رفت پیش دکتر. دکتر نشست روبروش و گفتش که حالشو پرسید و اینا و نوشت. بعد از اینکه تموم کرد گفت خب لطفا شما برید لخ بشید. خانومه یه دفعه عصبانی شد و گفت بی شرم بی حیا نمیدونم چی از این حرفا، میگن تو خیش قوم ما هستی این طوری میخوای بکنی؟ گذاشت از کنار دکتر، دفتر دکتر، مطب دکتر رفت. دو مرتبه خانوادهش رازش کردن، گفتنش بابا این دکتره، این خیش قوممونه، تو باید بری، باید معاینت بکنه، باید ببینته. خانم بلند شد و رفت باز دکتر. دکتر گفتش که ما سوالامونو کردیم، حالا شما لطفا لخ بشین. خانومه خیلی بالوت با صدای آروم صداشو پایین، صورتشو پایین آورد و گفت که شما اول لخ بشید. حالا شما تصور نکنید که لبنان خیلی پیشرفته و مدرن است و مردمونش فهمیده و دانا هستن، چون شما شاید رفتید بیروت و در رستوران های درجه یک و کاباره ها و کافی شاپ ها وقتتون رو گذروندید، ولیکن بدونی که این ظاهره و باطن چیز دیگری است و در خود لبنان بیشتر از 90 ده تا حال امروز در قرن 21 نه آب دارن و نه برق. یه چیز دیگه هم باز درباره لبنان، این نشون میده که یکی ادعا میکنه ولیکن نمیدونه، چیزی نمیدونه. میگن یک خانواده لبنانی مرد و زنش و بچه 6 سالشون رفتن برای اولین بار بیروت شهر. وقتی رسیدن یه اتوبوس اومد از جلوشون رد شد. پسره گفت بابا این چیه؟ بهش گفت نمیدونم. بعد از یه خورده یه مینیبوس گذشت، گفت بابا این چیه؟ گفت نمیدونم. دفعه سوم تا اومد سوال بکنه مادر ساکتش کرد، نمیخواست شوهرش شرمنده بشه. گفتش که بس دیگه سوال نکن. مرد گفت نه بذار سوال کنه، علم و دانش و فرهنگش زیاد میشه. ممکنه پایان جوک زرنگی بیش از اندازه را منعکس کنه یا اندیشه بیش از اندازه. پسر بچه 6 ساله‌ای به مادرش گفت مادر جون، من و برادرم و خواهرم چجوری دنیا اومدیم؟ مادر گفت که برادر تو بابا نوئل برامون آورد، همون بابا نوئلی که آقای سربی میگن که از دودکش نمیاد بی پایین. خواهر تو از سوپرمارکت یا از بازار خریدی.
گفت من؟ گفت تو رو بهمون یکی هدیه داد. گفت مادر چند سالت بود وقتی که ازدواج کردی؟ گفت 24 سال. گفت مادر 24 سال از سکس خبر نداشتی؟ ممکنه پایان جوک منطق بیش از اندازه و غیر قابل تصور باشه. باز یه بچه 6 ساله‌ای وقتی دید شکم مادرش بزرگ شده بهش گفت که مادر این چیه تو شکمته؟ گفت این برادر کوچیکته. گفت مادر دوستش داری؟ گفت آره. گفت مادر پس چرا خوردیش؟ بعضی وقتا جوک رو به لهجه مردم و یا طرز تلفظ بعضی از عبارت ها و یا کلمه ها نسبت میدن. این جوک انگلیسی است، امیدوارم که خوشتون بیاد. میگه که یک استرالیایی رفت به سینگاپور. استرالیایی ها، اونا که با استرالیا دست سر کار دارن، میدونن که تلفظشون فرق میکنه از انگلیسی ها و کلمه دی رو میگن دای، مثلا میگن گود دای، نمیگن گود دی. خب استرالیایی رفت به سینگاپور، حالا شما باید این تلفظ رو بلد باشید که وقتی اینجور شنیده میشه من عکس العمل نشون بدید. میگه استرالیایی رفت به سینگاپور و داشت از جای خیابون تنگ و سختی عبور میکرد که خطرناک بود. پلیس اومد بهش گفتش که Have you come here to die؟ گفتش No, I came here yesterday. این جوکو با این لهجه رو ما میتونیم درباره اصفهانیان بگیم. یه اصفهانی تو خارج کار میکرد، گفتش که این انگلیسی ها عجب باهوشن. گفتمش چطور؟ گفت تا بهش میگویی How are you؟ میگوه Are you from Isfahan؟ در هر زبون این عبارت هایی است که معنی آن در شرح تجربه ها و تاریخ آن ملت معنی به خصوصی گرفته. مثلا در فارسی میگیم زدم به سیم آخر، ترجمه لفظیش به انگلیسی نیست که I hit the last wire، در صورتی که معنی که در لفظه چیز دیگری است. مردم همه بدون فکر این عبارت ها رو که یاد گرفتن تکرار میکنن بدون اینکه یه لحظه فکر میکنن چرا ما اینجوری باید این کلمه ها رو بگوییم. یک مسلمان متعصب رفت آمریکا. وقتی میرفت تو رستوران بهش میگفتن هم چی میگفت چی خوراک چی داری، میگفتنش همبرگر هات دوگ. این آقا همبرگر میخورد. آخرش یه جایی سفر میکرد، در میان راه وایستاد، در یک رستورانی بود و گشنش هم بود، نشست گفت چه خوراکی داری؟ گفت فقط هات دوگ داری. مرد گفت که هات دوگ، دوگ حرومه، خوردن سگ حرومه، آخه من چطوری هات دوگ بخورم؟ ضد اسلامه. ولیکن گشنگی برش غلبه کرد و یادش اومد که در اسلام وقتی گشنت باشه حتی سگ میتونی بخوری. گفت خب بیار. وقتی آوردن جلوش گذاشتن گفت که ببینید من گفتم هات دوگ میخورم ولی که نه اینجای سگو میخورم. بعضی وقتا چیزا در اثر ترجمه میاد، ترجمه و معیارها. اینجا باید یه اشاره بکنم. یک فیلمی من دیدم در یوتیوب به عنوان حاجی واشنگتن که ساخته آقای علی حاتمی بود. این فیلم توصیه میکنم ببینید، چون چی نشون میده؟ نشون میده که یک شخصی بلند میشه از یه جای به یه جای دیگه میره و در اون جای جدید میخواد طبق معیارهایی که قبلا در کشور خودش داشته عمل بکنه. خب میدونید که خیلی جوکام سیاسیه، ولیکن امشب سیاست رو میذاریم کنار. ببینید این جوک نیست، این واقعیته و شما تصوری رو که از شخصیت‌های مختلف دارید از آن چیزی است که درباره‌شون خوندید، شنیدید، در تلویزیون و در فیلم‌ها دیدید. یکی از این شخصیت‌ها شاهنشاه سابق ایران بود. قبل از مدتی با یکی از دوستان صحبت می‌کردم، گفتم شما که با تمام رؤسا و رهبران کشورهای دنیا ملاقات داشتید ببینم چه امتیازی اینا بر دیگران دارن.
جوابش این بود هیچ تفاوتی ندارد. حالا این داستان واقعی را از دو رهبر کشور کویت و ایران بشنوید. این را مترجم برام تعریف کرد، یعنی داستان نیست، واقعیت. میگن که میگفت که رفته بودیم فرودگاه، امیر کویت در اواخر سالهای 1968-69 بعد از اینکه عرب ها در جنگ 67 شکست خورده بودن، خیلی ضعیف و سست شده بودن، دیگه صدا نمی کردن، امیر کویت اومده بود ایران. شاه از اون استقبال کرد و توی درشکه سلطنتی نشستن و این مترجم که برام این داستان تعریف کرده میگه جلوشون نشسته بودن. امیر کویت میخواست یعنی یک نوع روابط نزدیک با شاه ایجاد کنه. در ضمن صحبتش گفت اعلی حضرت ها میدونید که من و شما چقدر روابط و چیزهای شبیه هم داریم و نزدیک به هم هستیم. شاه پرسید چطور؟ امیر کویت گفت شما 3 بار زن گرفتید، منم 3 بار زن گرفتم. حالا امیر کویت خیلی لطف کرد، نگفت بهش که تو زنات رو طلاق دادی دوتا رو، من 3 تا رو هنوز نگه داشتم. بعضی وقتا زرنگی آخر جوک میاد. رفته بودیم اصفهان تو رستوران، لیست خوراکا رو که دیدیم خوراکمون انتخاب کردیم، دیدیم اون گارسونه خوراکا رو که آورده چیز دیگه یه، گفتیمش آها ما که اینا رو نخواستیم. گفت به شما که خبر ندارین، من تا مشتریمو بدونم میدونم از چی خوشش میاد، از این خدا که خوشتون میاد براتون آوردم. از این زرنگی در همه جا هست. میگن یک زمانی خیلی پشه اومده بود و مردم خیلی ناراحت بودن، دنبال چیزی میگشتن که این از این پشه ها نجات پیدا کنن. یکی وایساده بود سر بازار و پودری میفروخت که پشه کشه، مردم هم کیسه کیسه میخردن میرفتن. یکی خرید و برد خونش، ریخت هر جایش، هیچ تأثیری نذاشت. برگشت اومد گفتش که آقا این چه پشه فروشی بود که به من فروختی؟ این که هیچ کاری نکرد. گفت چی کارش کردی؟ گفت پخشش کردم دوربر خونه. گفت نه بابا این طوری ازش استفاده نمی کنم. گفت خود چی کار بکنم؟ گفت آقا جون پشه رو میگیری چشش رو باز میکنی، یه خورده از پوست میریزی تو چشش، کور میشه دیگه، از بین میره. میگن زنی به شوهرش گفت که تو همسایمون آقا سعید رو دیدی؟ گفت چطور مگر؟ گفت آقا سعید خیلی رومانسیه، هر روز صبح که میره از خونش بیرون زنشو میبوسه، تو چرا این کارو نمی کنی؟ مرده به زنش گفت که تو فکر میکنی آقا سعید ناراحت نمیشه و یا زنش راضی میشه من برم هر روز ببوسمش؟ باز زنها، زن یک دفعه بلند شد، شوهرشو از خواب بیدار کرد، بلند شو بلند شو. گفت چیه؟ گفت صدا داره میاد، دزد اومده تو خونه. گفت آخه عزیزم دزد که بیاد خونه که صدا نمیده، بگیر بخواب. خانم خوابید، بعد از یه خورده خانم دو مرتبه شوهر صدا کرد بلند شو بلند شو بلند شو. گفت چیه؟ گفت هیچ صدایی نمیاد، دزد اومده. امیدوارم خوش گذشته باشه و با این جوک داستان آخری شما عیدتون را بسیار بسیار شاد بگذرونین. یکی بود خیلی پوز میداد، دروغ میگفت و این جوک بر اساس مثل فارسیه که میگه دروغگو کم حافظه است. مرده نشسته بود تو خونه شو، مهمونا دور و برش بودن، پوز میداد، گفتش که رفته بودیم شکار تو جنگل، یک گوزن بزرگی دیدم، تفنگو کشیدم با تیر زدم تو پیشونیش، افتاد گوزنه. رفتم پیش نزدیک گوزنه، دیدم نمیتونم ورش دارم، خیلی سنگینه. آخرش فکری به کلم خورد، یه پارو گذاشتم رو شونه راست، یه پارو گذاشتم رو شونه چپ. به خدمتکارش اومد گفت ببخشید آقا یکی اومده دم در با شما کار داره. آقا رفت پشت در رو کارشو کرد و اومد. بعدش گفت خب به کجا رسیده بودیم؟ مهمونا بهش گفتن رسیدی به اونجا که یک پارو گذاشتی روی شونه راست، یک پارو گذاشتی روی شونه چپ.
گفت آره تا صبح کیف کردیم و عشق بازی کردیم.